سلام، شب شما بخیر. به برنامه بازار خوش آمدید. یک نمایشگاه سه روزه ساخته های دستی زنان در کابل گشایش یافت. این نمایشگاه که پیش از رسیدن روز استقلال کشور در پایتخت راه‌اندازی شده است، با عنوان بازرگان از ولایت های دوردست کشور در آن شرکت کردند. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ هدف از راه‌اندازی نمایشگاه را توسعه فعالیت های فرهنگی و اقتصادی زنان کشور میگوید. در نمایشگاه ساخته های دستی زنان که با کمک وزارت اطلاعات و فرهنگ در پارک تیمورشاهی کابل راه‌اندازی شده است، زنان بازرگان از گوشه و کنار کشور آمدند و فراورده هایشان را در 50 محل به نمایش گذاشتند. به مناسبت صدومین سال روز استرداد استقلال کشور این نمایشگاه دایر شده و مدت از این نمایشگاه تقریبا 3 روزه در بر می‌گیرد. در امینال شمار از شرکت کنندگان این نمایشگاه با در نظر داشت نبود بازار برای فروش کالاهایشان از حکومت میخواند که برایشان بازارهای دائمی و ویژه زنان فروشنده و بازرگان را در کشور ایجاد کنند. قدر زیاد بازار فروش ندارند، قسم مشکلات داریم. بخاطر از این که مردم حمایت کنند، بازار پیدا کنند در بین مردم، از خاطر حمایت شویم باید از طرف دولت، از طرف این نمایشگاه بر ما یک چیز داده شود، یک سهم یک جای داده شود بر ما رایگان که ما بتوانیم این چیزای خدا به فروش برسانیم. ما مشکل نبود قرضه ها با شرایط آسان در کنار ده ها مشکل دیگر فراراه کار زنان بازرگان در کشور از چالش های بزرگ است. شماره از زنان بازرگان میگویند که اگر از سوی حکومت حمایت شوند میتوانند در توانمندسازی اقتصادی خانواده هایشان نقش مهم داشته باشند. بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با وحیده شیرزاد بازرگان. خانم شیرزاد سلام، به شما خوش آمدین به برنامه. یک سلام به شما و یک سلام به تیم همکاران شما و از طریق شما تلویزیون شما به تمام بیننده های تلویزیون شما. ممنون. در مورد این نمایشگاه سریوزه ساخته های دستی زنان در کابل میشه بیشتر بر ما معلومات بدین که این چگونه نمایشگاه هست، چه موارد در نمایش گذاشته میشه؟ این نمایشگاه به مدت 3 روز از طریق اطلاعات فرهنگ برگزار شده و به مدت 3 روز ادامه داره و تمام صنایع دستی ساخته های دست خانم ها در اینجا به نمایش گذاشته میشه. این نمایشگاه ها را شما چگونه میبینین برای رشد اقتصاد بانوان، برای رشد بازرگانی و همچنان بازاریابی برای فراورده های بانوان؟ این نمایشگاهی که برگزار میشه خانم ها بسیار علاقمند از این میشن که تولیدات زیادتر داشته باشن و بسیار خوشحال میباشن چون این نمایشگاهی که برگزار میشه چون تولیدات چون به نمایش میگذارن. این نمایشگاه ها در کل چه مؤثریت های برای بانوان داره؟ مؤثریت های زیادی داره چون تولیداتی که دارن به فروش میرسانن و از این طریق بسیاری قراردادها را به دست میارن، تولیداتشون به نمایش گذاشته میشه و اینا تشویق میشن. کیها این نمایشگاه ها را بیشتر ازش دیدن میکنن و علاقمند هستن؟ تا فعلا خو تمام مردم افغانستان علاقمند از این شدن. اگر سابق میدیدن از نمایشگاه دیدن میکردن یا خیر، و حالا تمام مردم افغانستان تشویق به این شدن که میرن از تمام نمایشگاه هایی که برگزار میشه اینا دیدن میکنن. در مورد همین نمایشگاه 3 روزه میخوایم بیشتر بدانیم که کی هایی را برگزار کردن و آیا شما شراکت داشتین در این نمایشگاه؟ بله، شخص خودم در این نمایشگاه اشتراک کردم چون میخوایم در جمع خواهرای خود باشم که همیشه طرفدار خواهرای خود هستم و این نمایشگاه از طرف اطلاعات فرهنگ و گردشگری برگزار شده با مدت 3 روز است. شما چی موارد را به نمایش گذاشتین؟ از ما صنایع دستی سنگ های قیمتی است به نمایش گذاشتیم و عسل و زعفران. تا چه حد علاقمند پیدا کرده چون این نمایشگاه و مردم بازدیدشان از این نمایشگاه چگونه بود؟ روز اولش بسیار خوب گذشت و بازدیدم بسیار زیاد داشت، بازدیدکننده هم بسیار زیاد بودن و خانم هم بسیار زیاد خوشحال بودن، کسایی که صنایع دستی داشتن. بیشتر کیها علاقمندی داشتن به دیدن از این نمایشگاه ها؟ کیها بیشتر آمدن؟ حضور بانوان چگونه بود؟ حضور بانوان هم پر رنگ بود، حضور حاقاین هم پر رنگ بود و حتی اطفال خود از این نمایشگاه باز دیدن کردن امروز. بیشتر کدام فراورده ها و ساخته های بانوان افغانستان مورد توجه قرار گرفت در این نمایشگاه؟ به نظر خود من البته که امروز من دیدم چشم دید خود امی صنایع دستی لباس ها زیاد فروش خود زیاد داشت و عسل و زعفران و اینیا زیاد فروش خود داشته بود. فراورده های افغانستان تولیدات بانوان افغانستان از چه لحاظ علاقمندان خود را داره؟ فراورده های افغانستان سابق اگر بود به کشور بیرون از کشور خارج انتقال داده می شد، حال خوشبختانه که مردم افغانستان به این پی بردن که تولیدات وطن خود ما افتخار وطن ماست، باید ما خود ما استفاده کنیم. حال فعلا شکر خداوند است که همگی از استفاده میکنن از تولیدات وطن.
از لحاظ کیفیت و از لحاظ هزینه آیا فراورده ها و ساخته های بانوان افغانستان مناسب هستند؟ بسیار زیاد رول مهم داره بر اقتصاد وطن ما. اگر ما از تولیدات وطن خود استفاده کنیم بر اقتصادمون کمک بزرگی میشه و چیزایی که از خارج وارد کشور ما میشه وارد شدن از اونها بسیار کم میشه که به داخل کشور اونها وارد صادر نشه نبیایه و از خود ما استفاده شه بهتر از به حساب اقتصاد وطن. و کیفیت ای فراورده ها و تولیدات چگونه است؟ کیفیتش بالا هست چون چیزی که خانمای افغان جور میکنن تولیدات افغانستان بهترین تولید است در جهان. اما آیا قیمت مناسب هم داره؟ بله قیمت های مناسب خود دارن. شما فکر میکنین که چون این نمایشگاه های چند روزه مقت آیا کمک کرده میتونه بر بانوان که بتونن بر فراورده هایشان بازاریابی بکنن؟ به حساب فراورده هایشان هم بازاریابی میکنه و به اقتصاد فامیلی هم کمک زیاد میشه. اگر چنین نمایشگاهی را ما یک بار هم داشته باشیم که ما برگزار کنیم بتانیم چنین نمایشگاه را برگزار کنیم به نقاط مختلف شهر برای اقتصاد خانمم کمک کلان بزرگ میشه و به حساب صنایعشان هم تولیداتشان هم کمک بزرگ را میکنه. بازاریابی یکی از موارد است که همواره بانوان ابراز نظر کردن که در این زمینه مشکلات وجود داشته. میخوایم بدانیم که جز این نمایشگاه ها راه های دیگه ای که بتونه برای ساخته های دستی فراورده های بانوان بازاریابی بکنه چی هست؟ یک هنر رایی که داره یک بازار دائمی برای خانم ها ایجاد شوه که خانمایی که صنایع دستی دارن تولیدات دارن اونها یک بازار دائمی داشته باشن که از اون بازار خود بتونن استفاده کنن و فراورده هایی را که دارن از اون طریق به فروش برسانن و به نمایش بگذارن. فعلا بازار دائمی بر بانوان وجود نداره؟ یک بازار ما داریم پو بابرشا سنتر است، مکانی که خانما هفته دو بار هفته یک دو روز در اونجا جمع میشن، نمایشگاه دارن دائم الوقت در اونجا هستن. اون بازار از بر از اینا فعلا تو بازار دیگه وجود نداره. و آیا این بازار کافی هست؟ تا فعلا خو بیچارا دمو به حساب قناعت کردن چون دیگه بازار ندارن، منتظر ازی می باشن که یک نمایشگاه برگزار شود که داده اون نمایشگاه فراورده های خود ببرن به نمایش بگذارن. در غیر از آن دمو نمایش جایی که هستن دمو چه قناعت کردن. علاقمندی بانوان را از آغاز نمایشگاه ها یا در یک سال شما چگونه می بینید؟ چه تغییرات آمده؟ بسیار زیاد تغییرات داره و بسیار زیاد مردم از مردم خودم تشکری میکنم که مردم ما تشویق میکنن خواهرای عزیز ما را که تولیداتشان را به نمایش میگذارن. اگر ضرورت دارن یا ندارن از فروش ها فراورده های از اینا خرید میکنن و اینا تشویق میشن. زیاد خانم ها خوشبین هستن که از این به بعد ان شاء الله که موفقیت های زیاد از آن از یا خواهد بود. آیا این نمایشگاه هایی که برگزار میشه مثلا نمایشگاه سه روزه ای که در کابل برگزار شد بازدید کنندگان خارجی هم داره؟ تا فعلا در این روز نداشتیم نمایشگاه که کلش از خود مردم خود ما بود که دیدن میکردن، خارجی ها نبودن. و میخوایم بدانیم که آیا برنامه هایی وجود داره که چون این نمایشگاه هایی در بیرون از افغانستان هم دایر شده و یا بتانند در این نمایشگاه های بیرون از افغانستان به عنوان سرمایه گذار بازرگان اشتراک بکنن؟ یک نمایشگاه داشتیم از پاکستان که از طریق اتاقای تجارت برگزار شده بود، بر مدت یک هفته بود که خواهرای ما اشتراک کرده بودند اون نمایشگاه رفته بودند. مگر چون این نمایشگاهی که خارج از کشورم باشه خواهرای ما علاقمند ازی هستند که اشتراک کنند در اون نمایشگاه. تا چی حد این زمینه مساعد شده که اینا بتونن به بیرون از افغانستان این ساخته ها و فراورده هایشان را صادر بکنن و یا هم یک ارتباط تجاری و اقتصادی با بیرون از افغانستان داشته باشند؟ ولی تو فعلا خود زیاد کم است نمایشگاه خارج از کشور، هندستان است، ازبکستان است، تاجیکستان است، فعلا بسیار کم است. اگر تجارت از صنایع زنان تا چه حد کمک کننده بوده؟ آیا تانسته که در این زمینه تسهیلات فراهم بکنه؟ اونا بسیار کمک های زیاد در امرای خانما میکنن و خود من نیجا جان موافق هست در این راستا. امرای خانما هم کار است و همیشه در کمک میکنه خانما را در هر راستایی که باشه اینا کمک میکنن و اگر خارج از کشور هم چون این نمایشگاهی باشن اونا کمک هم کاری میکنن. آیا شما خوشبین هستین به آینده بانوانی که در قسمت سرمایه گذاری کردن در افغانستان یا بازرگان هستن یا فراورده های مختلف دارن؟ خوشبین به خاطر ازی هستیم ما خوشبختانه میبینیم که حال بسیار خواهرای ما بسیار کمش اگر در خانه هاش اشته باشند در زیر سقف. حال فعلا میبینیم زیادتر خانم ما بیرون برامدن و همگیشون کار میکنن، دوش به دوش برادرای خود کار میکنن و می تجارت تر که شروع کردن آغاز کردن پیش میرن، اما تو با شوق و ذوق پیش میرن کار میکنن. بسیار خوشبین هستم که از این به بعدش هم انشاءالله تعدادشون زیادتر خواهد شد. در کنار خوشبینیتان چه چالش هایی را فراراه کارتان میبینیم؟
یگان هزار اذیت خو میشه به حساب یگان کسایی که از این برنامه به حساب مفکورایشان در مو سابق مانده و فکرای غلطی که دارن فکر ذهنشان کونه هست، میاین به حساب رشخند سر خانما میزنن، میگن که این نمایشگاه چی معنا داره، چی مفهوم داره. و بسیاری برادرای ما هستن که تا فعلا میره درک نکردن، تا فعلا هم درک نکردن که خواهرای ما هم خواهرای ما هستن که مقاومت میکنن، تجارت میکنن، مثل آقایان دوش به دوش آقایان کار میکنن و تجارت میکنن. و از اونا خواهش میکنم ذهن فکر از اونا باید باز شوه و ایده باید بفهمن که خانما میتونن چون این کارهایی را انجام بدن. ممنون از شما وحیده شیرزاد، بازرگان. سلامت باشین، تشکر. ادامه خبرها. برای نخستین بار باغ‌های زیتون در ولایت خوست ایجاد شدند. مسئولان ریاست زراعت و آبیاری خوست میگویند که با بیش از 16,000 نهال زیتون در خوست شماره از باغداران به ایجاد باغ‌های زیتون در این ولایت رو آوردند. مسئولان ریاست زراعت و آبیاری خوست میگویند که با توزیع بیش از 16,000 نهال زیتون در این ولایت باغداران علاقمند شدند که بخش از زمین هایشان را باغ‌های زیتون بسازند. آنان میگویند که پروژه توزیع نهال های زیتون در خوست 81,000 دلار هزینه برداشته است که بخش زیادی از این هزینه را کشور سوئیس به افغانستان کمک کرده بود. زازی میدان ولسوالی یقدی اقلیم د نقطه نظر دی یقدی پاره ډیر مساعده زیتون لپاره او پیوند هم ښه نتیجه ورکړې ده. په تیرو کلونو کې پیوند موږ د فیصدۍ د نقطې نظره 40% او 45% نتیجه ورکړې وه. سږ کال یې دغه د پیوند لګېدلو نتیجه چې د 15% نه لوړه ده. در همین حال شمار از باشندگان ولسوالی زازی میدان خوست با خرسندی از ترویج باغ‌های زیتون در این ولایت میگویند که حکومت باید این روند را به گونه‌ای درست حمایت کند. اونه خو اچار جوړیږي، زیتون تیل تنه جوړیږي، همداسې په نورو دوایو کې استعمالیږي. انشاءالله زمیدون حال توس خپله پاته دی چې غریب حال دی، اقتصاد ښه وده وسه وکړي، خلکو ته کور وکړي، جوړیږي، مزدوري وکړي، وکړي نفر وکړي، مصروف کیږي. بل دا قیمتي شاید دا چې موږ په افغانستان کې بیا په دا ولسوالۍ کې موږ ولرو، دا ډېرې ګاټې لري. از سوی هم مسئولان ریاست زراعت و آبیاری خوست میگویند که تلاش دارند در کنار زیتون کشت و برداشت نباتات دیگر را در خوست نیز ترویج کنند. برای نخستین بار در پایتخت مصر یک نانوایی نانهایی میپزد که عاری از ماده گلوتین یا پروتئین گندم است. مالک این نانوایی میگوید کسانی که به اختلال روده یا حساسیت با گندم مبتلا هستند میتوانند از این نانها بخورند. این نانوایی در کنار نان، کلچه، کیک و خوراکهای دیگر نیز از گندم آماده میکند. و اکنون هم میان برنامه. ادامه بازار خوش آمدید. قرار است تا 7 روز دیگر نشست اقتصادی کشورهای بحیره خزر در ترکمنستان را اندازی شود. در این نشست که نمایندگان افغانستان نیز شرکت خواهند کرد به هدف سرعت کار پروژه های ترانزیتی به شمول پروژه راه لاجورد به بحث گرفته خواهند شد. اتشه بازرگانی افغانستان در ترکمنستان میگوید که در این نشست بیشتر روی رونق بازرگانی و روابط اقتصادی ترکمنستان و افغانستان با کشورهای حوزه خزر بحث خواهد شد. نشست اقتصادی کشورهای حوزه خزر این بار با اشتراک افغانستان در ترکمنستان برگزار می شود. اتشه بازرگانی افغانستان در ترکمنستان می گوید که این نشست برای توسعه روابط اقتصادی، بازرگانی و ترانزیتی افغانستان با کشورهای حوزه خزر مهم است و در این نشست روی پروژه های موجود و آینده منطقه‌ای در بخش های گوناگون بحث خواهد شد. در ترانسپورت و برخی که به اړینې او لازمې همکاري وي، د لویو او زیربنایي پروژو د ایجادولو په هکله به خبرې ترسره سي. د کسپین سمندرګي رول په تجارت او اقتصادي اړیکې کې په منطقه کې په دې اړه به خبرې وسي. در امین حال اتاق تجارت و صنایع توسعه روابط بازرگانی افغانستان را با کشورهای حوزه بحیره خزر مهم میداند و میگوید که در این نشست حکومت باید راههای حل مشکلات بازرگانی و ترانزیتی را با این کشورها جستجو کند. کشورهای شامل این نشست است که اینا معمولا از شرکای تجاری افغانستان در سطوح و مقیاس های مختلف است. بنابراین یک سلسله کارهای خانگی را حکومت توقع ماهی است که پیش از رفتن در این کنفرانس انجام بدهند. نشست جهانی کشورهای حوزه خزر بعد 12 ماه آگوست سال روان در شهرک بازرگانی آوازه ترکمنستان با اشتراک نمایندگان روسیه، ایران، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و شماره از کشورهای دیگر برگزار خواهد شد.
بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با بصیر احمد عظیمی، آگاه امور اقتصادی. آقای عظیمی سلام، با شما خوش آمدین و برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. ممنون. نشست اقتصادی کشورهای حوزه بحیره خزر برگزار میشه و در اینجا از افغانستان هم نمایندگان اشتراک میکنن. میخوایم بدانیم که این نشست اقتصادی از چه لحاظ میتونه بر افغانستان مهم باشه. خب کشور ترکمنستان یکی از شرکای اقتصادی بسیار مهم افغانستان هست. مشخصا راه لاجورد که از مسیر ترکمنستان، دریای خزر، آذربایجان و گرجستان و بحیره سیاه، ترکیه و اروپا در واقع شروعش کشور ترکمنستان است. این نشست در واقع هدفش هماهنگی و تصریح عملیات سازی خود راه لاجورد هست، راهی که میتونه در واقع افغانستان رو به بازارهای جهانی و منطقه‌ای در واقع راهش رو نزدیکتر بکنه و میتونه تاثیرات بسیار مستقیمی روی بحث ترانزیت و در واقع کالاهای افغانستان برای بازارهای جدیدی که در اروپای غربی و کشورهای مثل ترکیه هست رو داشته باشه. در کدام پروژه‌ها ترکمنستان با افغانستان سهیم است و شریک هستند پروژه ها که میتونه برای افغانستان از لحاظ اقتصادی خیلی مهم باشه؟ خب ما با کشور ترکمنستان یک تاریخ مشترک و در واقع در بحث اقتصادی همکاری های بسیار خوبی در حکومت وحدت ملی داشتیم. پروژه پایپلاین تاپی در واقع یکی از پروژه‌های بسیار بزرگ در واقع انتقال گاز از مسیر افغانستان به پاکستان و هندوستان هست که تقریبا کارهایش هم تا یک اندازه پیش رفته. پروژه لین برق تپ یا ترکمنستان، افغانستان و پاکستان هم از طریق مشارکت عامه و بخش خصوصی و تسهیلاتی که بانک انکشاف آسیایی در این قسمت ارائه می‌کنه جریان داره. در کنار از این فراموش نکنید که ترکمنستان در بحث واردات انرژی بسیار ارزان در ولایت‌های در واقع غربی ما بسیار تاثیر مثبت داره و همچنین در اواخر روی همکاری‌های فرهنگی بسیار کار شده. مثلا کشور ترکمنستان در بحث حمایت‌های تکنیکی پانتون‌های ما که برای زبان ترکمنی در مثلا در جاگزجان و فاریاب هست بعضی کمک‌ها رو انجام داده. یعنی ما هم در بحث مشارکت اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای همکاری بسیار خوب صورت گرفت، هم در بحث فرهنگی. فراموش نکنید که نشست اخیر در واقع ریکا راوند هفتم در سال 2017 در مرکز یا پایتخت ترکمنستان اشخاباد برگزار شد که در واقع نتیجهش تفاهم‌نامه هایی بود که راه لاجورد رو ما به شکل عملی در واقع داشتیم که کارهایش صورت گرفته. یعنی من می‌خوام بگم که ترکمنستان یکی از کشورهایی هست همسایه بسیار خوب ما بوده و همیشه در موضوعات افغانستان خصوصا موضوعات اقتصادی و فرهنگی در واقع حمایت از برنامه‌های حکومت وحدت ملی و در مجموع افغانستان داشته است. در قسمت راه لاجورد این پروژه به کجا رسیده و ترکمنستان در این پروژه تا چه حد میتونه افغانستان را حمایت بکنه، کمک بکنه؟ خب افغانستان با توجه به این که نیازمند بنادر جدید، راه‌های جدید هست، راه لاجورد که در واقع یکی از سرشاخه‌های پروژه بزرگ یک کمربند یک راه کشور چین هست که در واقع از مسیر ترکمنستان ما در دو نقطه مرزی بندر ترقندی در هرات و بندر آقینه در ولایت فاریاب، در این دو نقطه ما شروع راه لاجورد هست که قسمت‌هایش حتی از طریق ریل هست، بعدش از ترکمنستان رد بشه دریای خزر و کشور آذربایجان، گرجستان، ترکیه و بحیره سیاه. ببینید در واقع این کریدوری که وجود داره میتونه که سرعت انتقالات افغانستان رو بسیار سریع بکنه. ببینید راههایی که فعلا مثلا در بندر کراچی یا پاکستان هست هم زمانش بسیار طولانی هست و هم در بعضی از موارد غیر اقتصادی هست. ما نیازمندی از این هستیم که کالاهای داخلی رو در داخل افغانستان خصوصا محصولات زراعتی رو با سرعت بسیار زیاد و با قیمت مناسب به بازارهای جدیدی که در آن طرف مرزها هست بتونیم برسونیم و راه لاجورد میتونه که تاثیر بسیار زیادی داشته باشه. خب راه لاجورد چون هنوز کارهایش به شکل عملی تازه شروع شده، نیازمندی هست که هماهنگی ها زیادتر بشه، تسریع پروسه ها، عقص ویزایی که در واقع تاجرین ما نیازمند از او است و چطور میتونه که این پروسه ها تسریع بشه تا نهایتش منفعتش برای متشبث ما، تاجر ما و صادرکننده ما بیشتر باشه. شما از انرژی برق هم یاد کردین،
و در موارد مختلف که ترکمنستان میتونه بر ما مزیت داشته باشه، ولی آیا برای صادرات افغانستان هم میتونه یک کشور مناسب باشه؟ خب در حال حاضر سنگ مرمر، مرمر درجه یک سفید رنگ در واقع از ولایت هرات و مقادیر بسیار زیاده به کشور ترکمنستان صادر میشه. محصولات زراعتی، محصولات مشخص مثل زعفران به کشور ترکمنستان صادر میشه. یعنی تبادلات اقتصادی افغانستان و ترکمنستان در واقع به شکل دو طرفه بوده. سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، خصوصا سنگ مرمر، به ترکمنستان در حجم بسیار زیاد در حال حاضر خصوصا شهر اشخاباد صادر میشه. و از آن طرف هم در واقع محصولات سخت، در واقع اگه نگاه بکنین تل و سخت بیشترش از در واقع از کشور ترکمنستان و افغانستان وارد میشه. و در این قسمت مبادلات تجارتی افغانستان و ترکمنستان هر روز در حال افزایش است، در کنار از این که مشارکت ما با ترکمنستان در بحث همگرایی منطقه‌ای و اینکه چطور ما کشورهای منطقه میتانیم در پروژه های بسیار بزرگ مثل تاپی که یک پروژه بسیار بزرگ هست میتانیم با هم کار بکنیم، این خودش نشان میده که روابط ما با ترکمنستان یک روابط کاملا استراتژیک، طولانی مدت و مبتنی بر حالت برد برد و به شکل پایدار هست. گفته شده که در این نشست قرار است در مورد سرعت بخشیدن کارهای پروژه های ترانزیتی صحبت صورت بگیره. ترکمنستان در قسمت سرعت بخشیدن این پروژه ها چه نقشی را میتونه بازی بکنه؟ خب مطمئنا تمام کشورها خصوصا ترکمنستان نقشی که میتونن بازی بکنن این هست که چطور این روند در واقع تسریع پیدا بکنه. در نشست هماهنگی اخیر ریکا در که وزارت خارجه مطرح شده بود، بعض از تاجرین و متشبثین ما گلایه داشتن که در زمینه صدور ویزا و طی مراحل گمرکی در بنادر و مو اطلاعاتی که بین کشورهایی که در مسیر راه لاجورد هست بعضاً ناهمگی های وجود داره. وقتی این پروسه با حمایت حکومت صورت میگیره هماهنگی وجود داره، اما وقتی که در واقع متشبثین به شکل مستقل میخوان پروسه ها رو طی مراحل کنن، مقدار زمانگیر هست که اخیراً هم اتاق مشترک در واقع بازرگانی بین افغانستان و ترکمنستان هم در واقع تعدادش در خود وزارت خارجه گذاشته شد که هدفش تسهیل، هماهنگی، سرعت دادن به پروسه های کاغذپرانی هایی که معمول از در تمام کشورها، ببین تمام کشورهایی که در مسیر راه لاجورد هستن پروسه و مکانیزم های مشخص خود دارن، چطور این مکانیزم ها و پروسه ها با هم هماهنگ بشه، سرعت بیشتر پیدا بکنه، نیازمند جلسات هماهنگی است که مطمئنا این نشستی که بسیار زود برگزار خواهد شد میتونه این قسمت بسیار مؤثر باشه. در قسمت قراردادهایی که گفتین در نشست ریکا امضا شد یا تفاهم‌نامه های، میخوایم بیشتر بدانیم که از آن زمان تا کنون تا چه حد کارها در این مورد صورت گرفته و اعتماد سازی میان کشورها و هماهنگی وجود داره؟ خب اگر نگاه بکنید در مجموع نشست ریکا که بنیادش در سال 2005 برگزار شد و هفت دورهش به شکل بسیار موفقیت آمیز، آخرین دوره هفتم در خود اشخابات ترکمنستان و انشالله تا آخر امسال نشست هشتمش در کشور ازبکستان برگزار خواهد شد، هدفش همکاری های منطقه‌ای است. چطور کشورهای منطقه میتونن با هم در زمینهای اقتصادی کار بکنن، زمینه ترانزیت رو فراهم بسازن. در واقع پلتفرم ریکا است و نتایج بسیار مشخصی هم داشته. از سال 2005 اگر ببینید پروسه استانبول، قلب آسیا، راه لاجورد، بندر چابهار، کریدورهایی که در منطقه مطرح است به شکل هوایی یا زمینی، مشخصا محصولات در واقع ابتکاری بوده که خود وزارت خارجه انجام داد در سال 2005 و مشخصا یکی از اونها راه لاجورد است. ما ترکمنستان رو باید در جغرافیا کلانتر آسیای میانه، افغانستان به عنوان پل ارتباطی و آسیای جنوبی ببینیم که در واقع خود راه لاجورد یا پروژه های ترانزیت برق مثل پروژه تپ یا پروژه پایپلاین گاز در واقع در تصویر کلان منطقه‌ای که چطور ما میتونیم کشورهای منطقه رو با محوریت افغانستان بتونیم همکاریهایشون رو زیادتر بکنیم، منفعت اقتصادی بتونیم ایجاد کنیم. در اون تصویر ترکمنستان در واقع یکی از پارتنرهای بسیار استراتژیک افغانستان هست که در واقع نسبتا هم در پروژه‌هایش کاملا موفق بوده. در مورد پروژه تاپ یا تاپی اظهارات مقامات پاکستانی داشتن و این نگرانی بر افغانستان همه ایجاد کرده. می‌خوایم بدانیم که آیا ترکمنستان می‌تونه نقش را در اینجا بازی بکنه تا پاکستان را قناعت بده که باید در این پروژه سهیم باشن؟
خب ببینید کشور پاکستان یکی از چالش‌های بسیار عمده‌اش کمبود برق خصوصا در فصل گرما هست، نیازمند به انرژی هست و تولید انرژی در آسیای میانه صورت میگیره که مسیرش تنها میتونه افغانستان باشه. پروژه تاپی که در واقع یک پایپلاین گاز هست و پروژه تاب در واقع ترکمنستان، افغانستان، پاکستان که لین انتقال برق 500 کیلووات از مسیر ولایت هرات، فره، نیمروز تا در واقع بندر اسپین بولدک در ولایت قندهار هست، در واقع از طریق مشارکت عام بخش خصوصی و با حمایت تکنیکی بانک انکشاف آسیایی، من میخوام بگم که این پروژه ها چندین سال هست که مطالعه شده، تفاهم‌نامه‌های ابتدایی در زمینه همکاری ها صورت گرفته و من بسیار خوشبین هستم که این پروژه ها سرعت پیدا بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این پروژه ها یک حالت برد برد هست، نه تنها که ترکمنستان مثلا برقش فروخته میشه یا گازش صادر میشه، نیازمندی به انرژی در پاکستان به مراتب با توجه به رشد اقتصادی و رشد جمعیت و نیازمندی های جدیدی که در برای انرژی در آسیای جنوبی مطرح هست، در واقع پاکستان در واقع یکی از طرفداران این پروژه ها هست. خب مطمئنا تحت شعاع مسائل سیاسی بعضا سوالی مطرح میشه، اما باید در این در نظر بگیرید که این پروژه ها منفعت اقتصادی نه تنها برای افغانستان، ترکمنستان داره که بیشترین منفعت رو میتونه برای پاکستان داشته باشه. ممنون از شما آقای زیمین از حضورتان در برنامه ما. تشکر. بدامه برنامه بازار خوش آمدید و اکنون هم سرخط خبرها. نشست اقتصادی کشورهای بحیره خزر قرار است تا 7 روز دیگر نشست اقتصادی کشورهای بحیره خزر در ترکمنستان را اندازی شود. د ترانسپورت په برخه کې به اړینې او لازمې همکاري وي. د لوی او زیربنایي پروژو د ایجادولو په هکله به خبرې ترسره سي. گشایش نمایشگاه ساخته های دستی زنان. این نمایشگاه به پیشواز رسیدن روز استقلال کشور در پایتخت را اندازی شده است. با مناسبت 100مین سال روز استرداد استقلال کشور این نمایشگاه دایر شده و مدت از این نمایشگاه تقریبا 3 روزه در برمید. ایجاد باغ‌های زیتون در ولایت خوست. برای نخستین بار باغ‌های زیتون در ولایت خوست ایجاد شدند. په تیرو کلونو کې پیوند موږ د فیصدي د نقطې نظره 40% او 45% نتیجه ورکړې وه. سږ کال یې دغه د پیوند لګېدلو نتیجه چې د 50% نه لوړه ده. و ایجاد نانوایی برای بیماران اختلال روده. مسئولان شورای معلولان و ورثه شهدا میگویند که با گذشت بیش از 7 ماه سال مالی تا هنوز شمار زیاد از معلولان و بازماندگان شهدا در کشور حقوق سالانه‌شان را دریافت نکردند. مسئولان این شورا از عملی نشدن تعهدات حکومت برای فراهم ساختن جای بود و باش و زمینه های کار به معلولان نیز انتقاد می کنند. از سوی هم وزارت دولت در امور شهدا و معلولان می گوید که به علت تصویب نشدن بودجه وسط سال پرداخت حقوق شمار از معلولان کشور با تأخیر روبرو شده است. شورای معلولان و بازماندگان شهدا توزیع بیش از 1170 نمره زمین را به بازماندگان شهدا که هفته پیش در ریاست جمهوری انجام شد یک اقدام نمایشی می‌داند. معاون این شورا می‌گوید که وعده های توزیع زمین، ایجاد جای کار و خدمات بهداشتی بهتر به معلولان تا کنون عملی نبودند و گذشته از اینها حتی حکومت قادر به پرداخت حقوق معلولان نیست. معلولین پایتخت و اکثریت ولایات ها تقاعدی خود دریافت نکرده، فساد است که همی عوامل به بار آورده. معلولین اوجا نیست که او در کنه که ببینه آواز معلولین بلند کنه که معلولین چه مشکلات داره. معلولین چشم امیدش به تقاعدی است. امروز اکثریت معلولین به ما مراجعه میکنه، میگه تقاعدی خود دریافت نکردیم. حتی که یک معلول در یک وزارت دیگه میرن، او را از امید دروازه که تلاشی میکنه از او پیش نمیمونه که پیشش یک ورق باشه که من میخوایم اینجا وظیفه بگیرم یا کدام مشکل دارم. حتی همون کسی که اونجا وظیفه داره اون معلول پیش نمیمانه.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولان میگوید که از 18.6 میلیارد افغانی که برای پرداخت حقوق بیش از 310 هزار تن معلول و بازمانده شهدا امسال نیاز است، 7 میلیارد افغانی آن توزیع شده است. اما پول متبقی که تخصیص داده شده است پس از تصویب مسوده بررسی وسط سال بودجه پرداخته خواهد شد. برای این که ما بتوانیم به افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا در مرکز و در ولایات زمینه کار را مساعد بسازیم، با 35 دوائر دولتی در حضور دکتر صاحب عبدالله تفاهم نامه را امضا کردیم و دوائر دولتی و همچنان کمیسیون ها مکلف به ای بودن که طبق قانون برای افراد دارای معلولیت و به وارثین شهدا زمینه کار را مساعد بسازند. از سوی هم وزارت دولت در امور شهدا و معلولان میگوید که در تفاهم با وزارت شهرسازی و راضی به زودی یک طرح به کابینه ارائه خواهد شد که بر بنیاد آن برای معلولان و بازماندگان شهدا بلاک های رهایشی ساخته و توزیع خواهند شد. بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با بشیر دیره، معاون شورای معلولان و بازماندگان شهدا، و همچنان ضیاءالحق فضلی، سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولان. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید. تشکر سلمان. آقای دیره، در آغاز میخواییم از شما بدانیم که چه مشکلات وجود داره و تا چه حد به معلولان و ورثه شهدا به حقوقشان توجه صورت گرفته. به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت میهمان عزیز شما و همچنان هموطنان عزیز و نازنین ما. در کشوری که ما معلولین زندگی میکنیم، بیشتر از 14 جنگ بین الافغانی ارقامی را که 2005 دولت افغانستان اعلان کرد، گفت 2.7% افراد دارای معلولیت در افغانستان زندگی میکنند، بیشتر از 14 سال میگذره از او. ببینین ماشینای آمریکایی‌ها فعال است، فعلا تعداد معلولین روز به روز انتحار انفجار، تعداد معلولین روز به روز بالا برده میره. دقیق ارقام معلولین اعلان نشد که در طول 14 سال چقدر معلول شد، چقدر شهید شد. این کارهایی را که میکنن رئیس های جمهور، رهبری حکومت وحدت ملی، کلش کمپاین نیست به گونه که 12000 وارد. شما بگوین که معلولان و ورثه بازماندگان یا شهدا با چی مشکلات روبرو هستن؟ چه امروز مشکل دارن؟ ببینین معاشات معلولین تقاعدی داده میشه، سال 60000 افغانی به گونه تقاعد داده میشه، 5000 افغانی را معلول بل برق بیاره، کرایه خانه دریافت کنه. این را زودتر با چی مشکلاتی معلول میتونه دست پنجه نرم کنه؟ معاشات معلولین بالا میره، معلولین 0% در تمامی ادارات حکومتی معرفی میشد. ما امروز با کادرای لسان داریم، ماستر داریم، دکترا داریم، از سطح دانش معلولین کار میگرفتن. حتی ما شاهد هستیم امو اداره که مستقل شده، بدبختانه 0% اشخاص دارای معلولیت ما در مو اداره نمیبینیم. ما امیدوار بودیم زمانی که اداره ما مستقل شده بتونه افراد دارای معلولیت وجه اجرای وظیفه کنن. معلولین پایتخت هم قدر مشکلات داره، معلولین ولایت هم قدر مشکلات داره. بیشتر از 10 بار ما تظاهرات کردیم. ما باید نماینده های ما در ریاست جمهوری می بود، ریاست اجرایی می بود. ما در تمامی ادارات حکومتی 0% باید معرفی می شدیم که متاسفانه امروز بمبسای انتخاباتی حزبی قومی سیاسی این موضوعات ما را باشه رانده. ممنون. آقای فضلی، شما هم خوش آمدین به برنامه. و آنچه که گفته میشه در مورد پرداخت نشدن حقوق سالانه شهدا هست و معلولین، میخوایم بدانیم که چرا پرداخت نمیشه، چرا انتقاد وجود داره؟ سلام خدمت شما، مهمان گرامی و بیننده های عزیز، بسیار زیاد تشکر. حکومت افغانستان مکلف است و طبق ماده 53 و 52 قانون اساسی خود را مکلف میبینه که از افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا حمایت همجانبه نماید. به این اساس جلالت نائب رئیس جمهور از امروز 7 ماه پیش بنابر مشکلاتی که در تشکیل وزارت کار و امور اجتماعی معینیت شهدا و معلولین وجود داشت، کندکاری بود، سستی بود و کارا پیش نمی رفت، این معینیت را به وزارت ارتقا داد. وزارت دولت در امور شهدا و معلولین از 7 ماه بدین سو کارای عمده و محوریش این بود که چطور بتوان از یک طرف افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا را در بخش صحت، در بخش تعلیم و تحصیل، در بخش اشتغال زایی و همچنان مشارکتشان در حکومت و نظام، و از طرف دیگر طبق کنوانسیون های بین المللی افراد دارای معلولیت که افغانستان هم متعهد به تطبیق آن است، همه مواردش را تطبیق بکنند. وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 2 ماه پیش در ایالات متحده امریکا گزارش خود را از گزارش 5 ماهه خود را مختصر داد و همچنان از طرف نهادهای بین المللی
مورد تایید قرار گرفت. ما نمیگوین که از این گزارش که از 5 ماه داده شد یا در این 7 ماهی که شما صحبت میکنین چه کار بارز صورت گرفته برای معلولین و شهدا چی شده تا کنون؟ چند چیز بسیار مهم بود. یک این که ما توانستیم که 310,000 افرادی دارای معلولیت و وارثین شهدایی که در وزارت ما خود را ثبت کرده بودند و سالها از این وزارت معاش می گرفتند سیستم بایومتریک را آغاز بکنیم و آن اشخاصی که به دو نام ایجا ثبت بودند در حدود 15,000 افراد را تثبیت بکنیم و فعلا هم سیستم بایومتریک جریان دارد. بخش دومش ای است که در خود ساختار اداره ما ریفارم بیاریم. ما در حضور جلالت مآب دکتر عبدالله 35 تفاهم نامه را با دوائر دولتی امضا کردیم. یک بخش مهمش این بود که چطور ما بتوانیم در ساختار خود تشکیل این اداره سیستم بایومتریک، سیستم وان استاپ شاپ و بتوانیم پروسه های بسیار طولانی که هم در مرکز و هم در ولایات افرادی دارای معلولیت با مشکلات مواجه می باشند او را دیجیتالی بسازیم. بخش سیوم ای که ما بودجه سال 1398 را در بسیار کم مدت توزیع کردیم، گرچه ما نیاز به پول زیاد داشتیم 18.6 میلیارد افغانی ما نیاز داریم تا بتوانیم که 310,000 افراد دارای مالیات و وارثین شهدا را امتیاز و حقوق سالانه ایشان را که نظامی و ملکی هستند برشان برسانیم. ولی بنابر مشکلات بودجوی که در حکومت داره بودجه میگین، ولی در حالی که انتقاد صورت میگیره که بسیاری از شهدا و معلولین نتونستن حقوقشان را دریافت بکنن، پس چگونه مشکلات از اینا حل شده؟ دقیقاً برای ما 7 میلیارد افغانی تخصیص داده شده بود که ما توانستیم این بودجه را در 6 ماه گذشته توزیع بکنیم. طبق تفاهم وزارت محترم مالیه باید در بررسی وسط سال بودجه متباقی از پارلمان تصویب میشد و بعدش هم ما باید او توزیعش آغاز میکردیم، ولی فعلا بودجه در پارلمان است و طبیعی است که پارلمان از خود مشکلات خود را دارد. ما با وکلای محترم، با وزارت محترم مالیه چندین جلساتی را داشتیم. ما میفهمیم که افراد دارای معلولیت از یک طرف مشکلات اقتصادی دارند، از دیگر طرف مشخصاً میخوایم بدانیم که در قسمت شامل شدن شهدا و بازماندگان شهدا و معلولین در ادارات حکومتی که 3% برشون وعده داده شده بود چه کار صورت گرفته، مخصوصا در وزارت دولت در امور شهدا و معلولان چند فیصدشان از این افراد هستند که جذب شده؟ وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در کل در حدود 500 نفر تشکیل در مرکز و در ولایات دارد. 350 نفرشان افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا است. ما در تشکیل جدید خود همچنان کادرهای علمی و متخصص افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا را در نظر گرفتیم. در ادارات این فیصدی چه قسم است؟ کمیته بین الوزارتی در بخش شورای وزیران تشکیل شده که در رأسشان دکتر صاحب عبدالله هستند. سروی جریان دارد. طبق قانون ادارات دولتی در تفاهم نامه مکلف شدند که 1.3% قانون است، ولی بیشتر از این باید اینا جذب بکنند. در یک ماه آینده ما همه گزارشات را به شورای وزیران ارائه میکنیم و فیصدی همه وزارتخانه ها مشخص میشه که چطور بتوانیم کادرهای علمی را در او جای بجای بکنیم. جلالت مآب رئیس جمهور بعد از این که با افرادی دارای مالیات وعده کرد که در بخش مشاوریت، در بخش ساناتوری و همچنان در تشکیل کلی حکومت افراد دارای مالیات را جای به جای میکنه، همین حالا چندین معینیت ها، حقوق بشر، کمیسیون ها، بیشتر کادرهای علمی افراد دارای مالیات در وجود داره. ممنون. آقای دیره، شما آیا تایید میکنید صحبت های آقای فضلی را؟ ببینین 5 سال زمان رهبری حکومت وحدت ملی خلاص شد، بزرگ بشه که جو بغلان میه یا خلاص میشه؟ هیچی رقم بیشتر از 20 تا 22 نهاد اینجو یا خارجی در افغانستان کار میکنه، کار کرده از یا چی بوده؟ عملا کرورها دلار در افغانستان مساعدت شده، بیشتر از 40 سال جنگ نشان میده که ارقام معلولین روز به روز بالا رفته. رئیس ما در کمیسیون مستقل انتخابات نقد داریم، ما در حقوق بشر نقد داریم، ما در شورای عالی صلح نقد داریم. در این لحظات میان برنامه. ادامه بحث بفرمایید آقای دیره، ادامه صحبت های شما.
در افغانستان بیشتر از 22 نهاد اینجو فعالیت داره که یک دانه از او کمیته جهانی طبیب سرخ بوده که بیشتر از 30 سال میشه فعالیت های بی‌نظیر داشتن، فعالیت های شاهان داشتن، فعالیت های قابل قدر داشتن، در بخش ورزش آمی ورزشکارا بودن، معلولین قرضه میدادن، در سطح 34 ولایت افغانستان معلولین استخدام میکردن. آرخا میره که به BBC 2017 گزارش دادن، گفتن در یک سال در هفت مرکز ما بیشتر از 20000 دستپای مصنوعی میسازیم که در یک سال در هفت مرکز 9500 دانه افزوده میشه. ای ارقام خوشایند است، کارکردهایشان بنظیر است. متاسفانه 20 تا 21 نهاد دیگه اینجا بود، پلا به غارت رفت، ندانستیم که چی برنامه ها داشتن، چی کاریابی کردن، چی کردن به این قشر آسیب پذیر جامعه. مخصوصا حکومت افغانستان و حالا در این هفت ماهی که وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ایجاد شده، فکر میکنین که اینا تا چه حد تانستن که به شما کمک بکنن در این عرصه؟ متاسفانه چه زمان رهبری حکومت وحدت ملی چه زبان پیشین آمد کرزی به خواسته های مشروع و بر حق معلولین هیچگاه دولت توجه نکرده. ما امیدوار بودیم که اداره ما مستقل شده، به ما خوشبینی ایجاد شد که بتانیم ما استخدام شویم. ما در بلاک ها، شهرک ها، تحصیلات عالی، اج اوقاف سمیه داریم که بتانیم از او سمیه خود مستفید شویم. ما قبلا تجارت های کوچک واگذار ساخته بودیم به اشخاص دارای مالیات که میتونست هر معلول از طریق یک غرفه یا کراچی 10 سرای فامیل خانواده خود نفقه فامیل خود دریافت کنه، که متاسفانه 11 ماه پیش شهرداری کابل به همکاری نیروهای امنیتی کشور تمام دار و ندار معلولین 11 و شب پیش از حکومت معلولین و یا نماینده های معلولین در جریان بگذاره تمام شو ایران ساخت. بعدا ما تظاهرات کردیم، تظاهرات والی صاحب کابل داخل شد، والی صاحب کابل تعهد سپارید که ما به زودترین فرصت با مسئولین نشست هایی را برگزار میکنیم که چگونه بتوانیم با افراد دارای معلولیت زمین های کار مساعد بسازیم. متاسفانه که والی صاحب کابل هم مصروفیت هایشان زیاد بود، ما با فراموشی پرداشتیم. ممنون. آقای فضلی، در حالی که باید زمینه سازی صورت بگیره، اشتغال زایی صورت بگیره بر معلولان و ورثه شهدا، ولی اینا میگن که حتی همو زمینه هم از پیشان گرفته شده. میخوایم بدانیم که دیدگاه شما چی هست برای حل این مشکلات و ایجاد شغل بر از اینا چه کار صورت گرفته؟ قطعا وزارت دولت در امور شهدا و معلولین متعهد است و همچنان ظرفیت این را دارد که کارهای اساسی و بنیادی را برای افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا انجام بدهد. یک بخش تغییر در خود قوانین افراد دارای معلولیت است که ما سرش کار کردیم. برای فعلا همه امتیازات ما مربوط افراد دارای معلولیت و وارثین شهدایی است که اونا جنگی هستند، ملکی و نظامی، ولی معلولین طبیعی از این فرصت ها مستفید نمیشه. مثلا فرصت های سهمیه حج است، بخش سپورت است، بورسیه های تحصیلی است، فرصت های تعلیمی است، در بخش اگر مشخص در صحبت بکنین در مورد ما؟ بله، در مورد عمل کرد را که آقای دیره اشاره کردن از شهرداری، میخوایم در این مورد بدانیم که آیا ای در یک هماهنگی با وزارت دولت در امور شهدا و معلولین صورت گرفته بود؟ آیا شما در جریان هستین؟ آیا برای زینا دادخواهی صورت گرفته؟ یک سال پیش این اداره وجود نداشت، ولی هفت ماه میشه که اداره با وجود آمده. ما تفاهمنامه را با شهرداری کابل و با دوایر دیگر امضا کردیم که اونها مکلف هستند، کمیسیون سرش کار میکنه که در تشکیل ادارات و همچنان در شهرداری کابل همه فرصت هایی که برای افراد دارای معلولیت باید مساعد شوه، طبق یک طرز العمل روش حقوقی را اختیار بکنه. چطور ما میتوانیم که در بازارها و همچنان در مارکت ها و در جاهای دیگری که برای اینها زمینه شغل مساعد میشه یک میکانیزمی را وضع بکنیم که هنه یعنی هم وقتی کار وجود داشت برای زینا در او بخشی مطابق میکانیزم نبود؟ دقیقا ما هیچ تفاهمنامه و هیچ میکانیزمی حقوقی برای این نداشتیم. به او اساس شاید شهرداری کابل این کار را انجام داده باشه، ولی حالا طبق تفاهمنامه شهرداری مکلف است که از این قشر جامعه هم حمایت بکنه و هم در هر جایی که اینها حضور دارند فعالیت میکنند او یک چارچوب قانونی را اختیار بکنه. بخش سیومه که برادر ما اشاره کردن توزیع نمره ها و شهرک هاست. شورای وزیران فیصله کرد، جلالت مآب رئیس جمهور هدایت داد که در سر تا سر کشور در 10 ولایت در شهرک ها باید برای افراد دارای معلولیت وارثین شهدای ملکی و نظامی نمره های رهایشی توزیع شود. ولی بعدا ما در چند ولایت که توزیع کردیم مشکلات را دیدیم. مثلا افراد دارای معلولیت را اگر ما نمره میتیم
او توانایی از ایران نداره که اوجا خانه یا بلاک بسازه. بالاخره رئیس جمهور و شورای وزیرا فیصله کرد که نه خیر، برای فعلا توزیع زمین ها باید متوقف شوه و بلاک ها ساخته شوه. فعلا ما سر ازی کار میکنیم. نمره های را هم که روز گذشته در شهرک فیروزی 1177 نمره برای وارثین شهدا توزیع شد، اون نمره هم از طرف وزارت محترم داخله، دفاع، امنیت ملی و در تفاهم با وزارت شهرسازی بود. آقای فضلی، یکی از موارد که آقای دیره اشاره کردن جذب اینا در ادارات دولتی هست که همون 3% که بر از اینا مد نظر گرفته شده. میخوایم بدانیم که جز وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، در نهادهای دیگر در این 7 ماه تا چه حد شما تانستین که هماهنگی بکنین تا جذب شوند از معلولان و ورثه شهدا؟ نه این که فقط زمینه شغل برایشان مساعد شود. طبق کنوانسیون های بین المللی همه ادارات مکلف هستند که نرم ها و اصول های تثبیت شده بین المللی را برای افراد دارای مالیات مثلا جای بشه. بتن ما... که به چه تعداد از اینها در این 7 ماه جذب شده در ادارات در دولتی؟ همه از ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه، کمیسیون مستقل انتخابات و همه دوایر دولتی برای فعلا در حدود 1% اینها را جذب کردن. یعنی به این معنا که ما میتوانیم گفته که در دولت اینا حضور دارن در بخشای مهم، ولی فعلا ما کار میکنیم چطور بتوانیم که کادرهای علمی اینها را تشخیص بکنیم تا بتوانیم بیشتر برشان زمینه شغل مساعد شود. دقیقا ریاست جمهوری هدایت قاطع داده که باید اینها در ادارات جذب شوند و کمیسیون اصلاحات اداری طبق قوانین نافذه کوشش میکنه که در همه پروسه های خود برای این افراد زمینه کار مساعد بسازه و امو قانونی که ذکر از 3% باید سرشان عملی شه. ولی یک مشکل دیگه موجود اینجا وجود داره. بیشتر افراد دارای مالیات وارثین شهدا به تعلیم و تحصیل دسترسی ندارند. پس ما یک مکانیزم دیگر را وضع کردیم که چطور بتانیم با کشورهای خارجی مثل هندوستان، مثل پاکستان، مثل ایران و کشورهای دیگه میکانیزم را وضع بکنیم که اینها اوجا بروند تحصیل و تعلیم را انجام بدن، بیایند بعدا در دوایر دولتی جذب شوند. ممنون آقای دیره. صحبت هایی در مورد جذب معلولان و ورثه شهدا صورت گرفت، ولی میخوایم بدانیم که از دید شما آیا این اقدامات کافی بوده؟ ارقام را که ما نزد خود داریم، دولت جمهوری اسلامی افغانستان سال 2017 گزارش داد که بیشتر از 3,76,000 در 134 ولایت افغانستان افراد جور اجرای وظیفه میکنند. از او ارقام شاید و باید بیشتر از 11,380 نفر از معلولین استخدام میشد که کمتر از 960 دانه معرفی شده به گونه که معلول بودن ناتوانسته. گزارشات شما به نشر رساند که حتی یک معلول ما در کمیسیون اصلاحات اداری امتحان داد که اجازه کار بر داده نشد و همچنان در بخش شاروالی صحبت کردن دوست ما یا یک تیمی را گذاشتن به شهرداری کابل از طریق وزیر دولت در امور شهدا و معلولین. متاسفانه پروسهشان ناکام برآمد. وزارت مالیه هم به خاطر تقاعدی های معلولین یا یک تیمی را معرفی کردن به وزیر صاحب مالیه. وزیر صاحب مالیه هم متاسفانه مصروفیت هایشان زیاد بود. وزیر صاحب دولت در امور شهدا و معلولین هم مصروفیت هایشان زیاد بود، تعقیب نشد. بالاخره اگر به خواسته های مشروع و بر حق معلولین رسیدگی صورت نگیره، ما جاده های منتهی به ارگ ریاست جمهوری را مسدود میسازیم تا زمانی که طبق قانون اساسی افغانستان بر ما رسیده شود، یا رد تابعیت شویم یا طبق قانون اساسی افغانستان و اشخاص دارای مالیات رسیدگی صورت بگیره. آقای فضلی، آقای دیره میگن که رسیدگی صورت نگرفته و حتی از مصروفیت وزیر دولت در امور شهدا و معلولین صحبت میکنن. میخوایم بدانیم که آیا این مسئله رو تایید میکنید؟ قطعا ما همه روزه با نهادهایی که حامیان افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا هستند، با این جوهای بین المللی همه روزه جلسات داریم، نشست ها داریم، طرحهایشان را میبینیم، عملا تطبیق میکنیم. کاش شما خود گفتین که 7 میلیارد بودجه بر شما مد نظر گرفته شده بود که در این 6 ماه توزیع شده. آیا در بودجه وسط سال که روش بازنگری صورت میگیره و قرار است مجلس نمایندگان او را تصویب کنه، بودجه برای این وزارت مد نظر گرفته شده تا حقوق و امتیازات شهدا و معلولین پرداخته شود برای شهدا؟ دقیقا حدود 6 میلیارد افغانی در بودجه وسط سال در نظر گرفته شده و امیدواریم که بودجه هرچه عاجل تصویب شد. مشکل بزرگی افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا این است که چطور ما
بتوانیم هرچه عاجلتر امتیازاتی که حقشان است برشان برسانیم. طبیعی است که وقتی مشکلاتی بودجوی به وجود میآید و حقوقشان نمیرسد، انتقادشان را ما میپذیریم و ما هم مشکلات خود را داریم و وزارت محترم مالیه با رهبری حکومت در جلسات مهم این موضوع را بحث کردیم و جلسات بسیار بازی را بنیادهای حامیان افراد دارای معلولیت و حکومت و رسانه ها دایر کردیم و گفتیم که این مشکلات وجود دارد. آقای دیره اشاره کردن که در یک سال 60,000 داده میشه برشان که کافی نیست برای ورثه شهدا و معلولان. میخوایم بدانیم که در این 7 ماه آیا روی از این کار صورت گرفته که باید این امتیاز بلندتر بره و همچنان در قسمت بودجه بیشتر توجه شه، با وزارت مالیه صحبت صورت گرفته؟ ما از طرح تعدیل قانون افراد دارای معلولیت بحث کردیم، مسویده اش را جور کردیم، فعلا در وزارت محترم عدلیه است که اونها سرش کار میکنه. دو طرح تعدیل قانون بحث شده که کدام موارد، کدام امتیازات برای افراد دارای مالیات باید در نظر گرفته شده، این همه موارد را در اونجا گنجانیدیم. بخش دوم این است که در سال در بودجه سال مالی 1399 ما در حدود 30 میلیارد افغانی را در نظر گرفتیم تا بتوانیم که طبیعی است هر روز افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا معمارشان افزایش پیدا میکنه و ما مکلف هستیم که از هر طرف اینها را حمایت بکنیم. چی اطمینان برای ورثه شهدا و معلولین شما داده میتونین از اینکه به حقوقشان خواهند رسید و مشکلاتشان که وجود داره حل خواهد شد؟ ما متحد هستیم و ما در 7 ماه گذشته تغییرات اساسی و بنیادی را در خود اداره، در مرکز و در ولایات آوردیم که هم مورد تایید حکومت وحدت ملی و هم نهادهای بین المللی قرار گرفته و ما به این قشر جامعه تعهد میکنیم و وعده میتیم که تا آخر این سال شما شاهد تحول بسیار بزرگ و مثبت خواهید بود. ممنون از حضور شما ها در برنامه ما. ممنون. شکر. ادامه خبرها. یک نمایشگاه 3 روزه ساخته های دستی زنان در کابل گشایش یافت. این نمایشگاه که به پیشواز رسیدن روز استقلال کشور در پایتخت راه اندازی شده، با عنوان بازرگان از ولایت های دوردست کشور در آن شرکت کردند. در نمایشگاه ساخته های دستی زنان که با کمک وزارت اطلاعات و فرهنگ در پارک تیمورشاهی کابل راه اندازی شده است، زنان بازرگان از گوشه و کنار کشور آمدند و فراورده هایشان را در 50 محل به نمایش گذاشتند. به مناسبت 100مین سال روز استرداد استقلال کشور این نمایشگاه دایر شده و مدت از این نمایشگاه تقریبا 3 روزه در بر می‌گیرد. در همین حال شمار از شرکت کنندگان این نمایشگاه با در نظر داشته نبود بازار برای فروش کالاهایشان از حکومت می‌خواهند که برایشان بازارهای دائمی و ویژه زنان فروشنده و بازرگان را در کشور ایجاد کنند. ممنون که بیننده برنامه بازار بودید. پایان بازار. شبتون بخیر. الله نگهدار.